به نام خداوند پاک و بی‌نیاز، خداوندی که تمام هستی از آن اوست. درود بر همگی شما عزیزان، روزتان بخیر. امیدوار هستم که بتانیم روز خوبی را سپری بکنیم، در صورتی که حادثه اخیر حالت همگی ما را دگرگون ساخت. عرض غم شریکی هم دارم به خانواده های عزیز شهدا و بر مجروحین هم شفای عاجل از خداوند متعال تمنا دارم و بر خانواده رسانه و همچنان بر همکاران عزیزم که زخمی هستند، انشاءالله که زود شفایاب شوند و در جمع ما باشند. و امروز هم موضوع را انتخاب کردیم که در ارتباط با همین موضوع صحبت میکنیم. شما هم بیننده ما باشین. پلای ارتباطی برنامه رسم زندگی هم در اختیارتان هست که هر روز برتان یادآور میشیم. 0220 شماره تماس که شما رو مستقیما با برنامه وصل میسازه. رخنمای برنامه رسم زندگی هم در اختیارتان هست. در صورتی که صفحه ما رو تعقیب بکنین میتونین موضوعات رو دریافت بکنین، پرسش ها و ذهنیت هایتان رو از این طریق بر ما ارسال بکنین. و موضوع امروز برنامه برمیگرده به تغییر رنگ دندان ها. جناب دکتر عبدالقاهر قادری فوق تخصص جراحی دهان و قرص دندان در کنار ما هستن. صحبت های بیشتر واگذار میکنیم به دکتر صاحب. سلام، وقت بخیر. سپاسگزارم از شما. سراسر جمله عالم پر حدیث است، حدیث چون حدیث مصطفی کو. با کمال درود بر شما و همه دوستانی که با ما هم نگاه هستن، سلامت باشین. دکتر صاحب، در مورد تغییر رنگ دندان ها کمی صحبت بکنیم، عامل اصلیش برمیگرده به چی، و در مورد نوعیت هم کمی صحبت بکنیم. سوال بسیار خوب. تغییر رنگ دندان ها عوامل و فاکتورهای متعددی در حقیقت منجر به تغییر رنگ دندان ها میشه. اگر ما یک نگاه ژرف‌تر بکنیم، اولین هر آن چیزی که لباس های ما را رنگین میکنه، بدون شک در تغییر رنگ دندان های ما هم نقش بارز خودش داره. یعنی اگر میوه‌جات را که ما ببینیم، همینطور نوشابه ها را ببینیم، غذاهایی را ببینیم، همه اینهایی که رنگ دار هستن از قبیل چای سیاه، مثلا قهوه و یا بعضی از میوه‌جات، اینا همه در تغییر رنگ دندان ها نقشه به سزای خودشان دارد. در غیر این فاکتور دومی که منجر به تغییر رنگ دندان ها میشه، یک سلسله ادویه هست. یعنی اگر ما دواهای تتراسیکلینی و دوکساسیکلینی را در زمان طفولیت استفاده بکنه اطفال، استفاده همین آنتی بیوتیک ها بیش از حد میتونه که تغییر رنگ دندان ها را در بزرگسالی به وجود بیاره، که این تغییر رنگ یک تغییر رنگ پایدار است. یعنی به معنی که ما دیگر نمیتونیم این دندان های تتراسیکلینی را به راحتی و به آسانی سفید بکنیم. عامل سیومی که در تغییر رنگ دندان ها نقش دارن فلوراید است. ببینید، فلوراید یک عنصر خیلی ها مفید و مؤثر است و در حقیقت دندان ها به بیش از حد نیاز دارد و همینطور دندان ها را از کاریس دندانی یا پوسیدگی وقایه میکنه. اما اگر همین فلوراید که در آب آشامیدنی ما و همینطور در کریم های دندان و در دهان شویه ها، یعنی ماوت واش ها موجود است، اگر همین فلوراید بیش از حد شود، مقدارش در آب زیاد باشه، یا از کریم هایی که تقریبا همیشه فلوراید دار هستن ما بگوییم مداوم استفاده بکنیم، یا همینطور دهان شویه ها، بیماری که به وجود میاد بیماری فلورازیس است. این فلورازیس بیماری است که دندان های ما اول سفید رنگ بدون جلا، بعد قهوه‌ای رنگ و بالاخره سیاه رنگ میشن و ما نمیتونیم این سیاهی را یا این تغییر رنگ دندان را به راحتی و آسانی پاک بکنیم. یعنی یک تغییر رنگ پایدار هست. بله. فاکتور دیگه ای که تغییر رنگ منجر میشه سن و سال است. یعنی هر قدر که سن افراد بالا میره، بدون شک سایش مینایی در اونا دیده میشه، مینا از بین میره. طبقه دوم که دینتین دندان است اوریان میشه و این طبقه یک مقدار زرد رنگ است. فاکتور دیگه دخانیات و موددات است. دخانیات و موددات هم در تغییر رنگ دندان، در امراض دندانی، در امراض جوف دهان و دندان و همینطور در امراض سیستمیک نقش خودش داره و منجر به این میشه که کسایی که از سیگاریت و یا سایر موددات و دخانیات استفاده میکنه، میتونه که دندانشون تغییر رنگ بکنه. فاکتور دیگه هم اینجا وجود داره، تنفس دهانی، یک سلسله امراضهای سیستمیک از قبیل مثلا اگر ما آنمیا داشته باشیم، کم خونی ها داشته باشیم، اینا همه میتونه منجر بشه که دندان های ما تغییر رنگ کنه. اگر دندان های ما پرکاری های در دندان ها صورت بگیره، که این پرکاری ها مواد عملگم باشه. مواد عملگم یک مواد مستحکم هست که در حقیقت رنگ سیاه رنگ داره، یعنی نقره رنگ هستن. اگر ما با این پر بکنیم، با مرور زمان همه ذرات عملگمی از میکروکانال های دنتینی عبور میکنه و نه تنها قسمت پر شده، بلکه سایر قسمت های تاج دندان هم با مرور زمان سیاه رنگ میکنه. در غیر این فاکتورهای دیگه ای از قبیل اگر دندان های ما تراوما میگیره، یعنی دندان ما صدمه میبینه، چی صدمه ای باشه که ما میفتیم دندان های ما روی زمین یا روی کدام ابزار دیگه ثابت میکنه، یا اینکه کدام وقت اگر ما ابزاری را توسط دندان های خود میکنیم و یا میشکنیم، اینجاست که اگر دندان آسیب میبینه، اما پولپ دندان آسیب میبینه و پولپ دندان
که در داخل دندان هست، یعنی در مغز دندان است، منهدم میشه و اونجا خون روی داخلی دندان دیده میشه و این خون روی به مرور زمان هم آهنی که در خون وجود داره از میکرو کانالچه های دنتینی عبور میکنه و دندان ما یک یا دو دندان که آسیب دیده سیاه رنگ میشه. و فاکتور دیگه ای که میتونه منجر به تغییر رنگ شود منگ دندان است. منگ دندان هم پدیده خیلی مخرب و همینطور موزری است. از طرف دیگر میتونه رنگ دندان های ما رو تغییر بده، یعنی رنگی که در اثر منگ به وجود آمده باشه، تغییر رنگی در اثر موجودیت منگ به وجود آمده باشه، این هم رنگ های مختلف، یعنی هستن منگ هایی که رنگ زرد رنگ دارند، حتی سبز رنگ دارند و یا سیاه رنگ دارند. این فرق میکنه به اینکه ما در کجا زندگی میکنیم. مثلا اگر در حالتهای عادی باشه رنگ دندان زرد رنگ است، دندانهایی که منگ داشته باشه رنگش زرد میشه. اگر ما در یک سلسله فابریکات از قبیل مثلا فابریکات سمت باشه، ذوب آهن باشه، اونجا کار بکنیم یا اهل سیگاریت باشیم، منگ دندانها سیاه میشه. و یا اگر ما یک درجه فدان ما یک سلسله باکتریهای بود کلروفیلی باشه، منگ دندانهای ما حتی سبز رنگ میشه. و یا اگر کسایی که از نسوار استفاده میکنن، منگ دندانشان تقریبا مایل به سبز رنگ میشه. این فاکتورهایی هستند که منجر به تغییر رنگ دندان میام. در این قسمت جزء دوم سوالتان که منگ دندان تغییر رنگ دندان چند نمونه در کل در ارتباط با این موضوع میشنوین دکتر صاحب و شما هم بیننده باشن. 0220-2093 هم در اختیارتان هست. میان برنامه ادامه برنامه رسم زندگی است. مورد امروزی هم برمیگرده به تغییر رنگ دندان ها که دکتر صاحب موارد براتون گفتن که فاکتورهای اصلی برمیگرده به چی که باعث تغییر رنگ در دندان های ما میشه، و در مورد نوعیت هم بیشتر از دکتر صاحب میشنیم. بفرمایید. در کل از دیدگاه نوعیت اگر ما نگاه بکنیم، تغییر رنگ دندان ها دو نمود میشه. تغییر رنگی که پایدار هست، یعنی این تغییر رنگ را ما نمیتونیم که به آسانی و براحتی از بین ببریم. در حقیقت نیاز به یک سلسله تداوی های تخصصی داره و یا حتی ایر ما نمیتونیم که از بین ببریم. در این تو حالت ها هم موجود هست و تغییر رنگ ناپایدار هست. تغییر رنگ ناپایدار رو ما میتونیم که به روش های مختلفی که موجود است با اون روش ها ما از بین ببریم و یک دندان های سفید و سالمی در کل داشته باشیم. بله، در مورد این مورد هم که صحبت کردیم و یک پرسش دیگه که بیشتر مطرح میشه، ای که کسایی که در قسمت دندان های شیریشون تغییر رنگ ایجاد شده بود و بعدا هم میبینن همون تغییر رنگ ادامه داره، آیا گفتن این تغییر پذیر هست یا نه در دندان های شیری دیده؟ بله. شده. ببینید، در دندان های شیری معمولا تغییر رنگ هایی که دیده میشه همون دندان های تتراسیکلینی هست که اکثرا این دندان ها در سن طفولیت دیده میشه این بیماری، و این تغییر رنگ در یک تغییر رنگ پایدار است. اما نه تنها ما بگویم که دندان های تتراسیکلینی هست، بلکه قضایای زیادی رو ما در اطفال دیدیم که منگ دندان و یا دندان ها رنگین شده در اثر مو فراورده های غذایی، مواد غذایی و نوشیدنی که مصرف کرده کودک ها، و معمولا دندان هایشان درست نشسته. اگر دندان ها را شستندم، دندان ها را طور شستند که سطوح بیرونی دندان ها شسته شده و سطوح داخلی دندان ها شسته نشده، و در سطوح داخلی دندان ها اونجا همون مواد رنگین و یا منگ دندان رسوب کرده و مادرها پیوسته از تغییر رنگ شکایت کردن. زمانی که ما معاینه کردیم دیدیم که یک منگ دندان بوده و اون منگ را ما با روش های مختلفی که موجود از برطرف کردیم. یا هستن تغییر رنگ های دیگه که از مثلا پوسیدگی های دندانی هم میتونه که مثلا اگر دو یا چند دندان یا گروهی از دندان ها در جفت دهان اطفال اگر دچار پوسیدگی یا کریس دندان میشه، اینجاست که اکثر مادرها شکایت میکنه و بهتر است که این تغییر رنگ هایی که در اثر پوسیدگی با وجود میاد که این هم تغییر رنگ تقریبا پایدار ما گفته میتونیم به بهتر است کمو تخریباتی که در اثر همون باکتری های کریسی که در حقیقت منجر شده را ما برداریم، حذف کنیم و در عوض مواد پرکاری دندان ها پر شوند، تا اینکه همین بیماری کریسی، بیماری های مابعدی دندان ها و جوف دهان و همینطور سیستم ها را به وجود نیاره. از شستشوی دندان ها هم یادآور شدن دوستای ما، گفتن که شستشوی دندان ها آیا میتونه ضرر داشته باشه و به مرور زمان باعث سیاهی و تغییر رنگ در دندان ها شوه یا نه؟ من حیث کسی که فوق تخصص در این ساحه دارم، من ای را میخوام و تجارب ما به کرات در افغانستان و بیرون از افغانستان، ما ای را در مقالات خیلی وافر منتشر کردیم، تحقیق کردیم. شستشوی دندان در مطب ها و در کلینیک ها اگر صورت میگیره دو بود دارد. یکی مزایا و مزیت ها و دیگر اضرارش.
اگر ما به گونه فنی و فونتیک شستشو را انجام بدیم، این شستشو یک عمل حتمی است. یعنی سال دو مرتبه، حتی یک مرتبه هر انسان باید دندانهایش را شستشو بکنه و منگیری بکنه، چون منگ یک پدیده خیلی ها مضر است و منگیری یک عملیه خیلی ها مؤثر است. بنان اگر ما شستشو را به گونه فنی انجام ندیم و شستشو علمی صورت نگیره، بدون شک که مینای دندانها یا بافت پارادانت، همون بیره ها، یک مقدار مزدوم میشه. اگر خود مینا مزدوم شود، اینجاست حساسیت های دندانی به وجود میاد. اگر بافت پارادانت مزدوم شود، یک سلسله امراض در بافت پارادانت مختصن در بیره های ما، بیره های ما متورم خواهد شد و حتی اگر عمو از باب شستشویی که ما میکنیم ملوث باشه، صحیح نباشه، تعقیم شده نباشه، شاید امراض مدهشتری از قبیل مثلا زردی سیاه یا سایر امراض دیگه به فرد انتقال بکنه. بله. پس این انتخاب در دست ماست. در قسمت شستشو میگم که شستشو یک عملیه مؤثر است، سال دو مرتبه، یک مرتبه حتما باید صورت بگیره. اما در چی گونه کلینیک و پیش چه متخصص؟ باید متخصص این عملیه را انجام بده که به صلاح همون عمل منگیری برای فرد مضر نیست بلکه مؤثر واقع شد. بله. آیا امراض سیستمیک هم میتونه باعث تغییر رنگ در دندان ها شود؟ 100%. ببینید شما، غذای خیلی وافری هست که یک سلسله کمخونی ها، یک سلسله امراض گرده ها، یک سلسله کمبود ویتامین ها مختصن. اگر ما مثلا کلسیم، پتاسیم، منرال ها و همینطور الیمنت ها، ویتامین دی اگر در بدن ما کم باشه، غیر از اینکه همون کمبود الیمنت ها و ویتامین ها یک سلسله مشکلات برای عموم بدن ایجاد میکنن، در قسمت دندان ها هم تغییر رنگ دیده میشه، چون مینای دندان ما دچار یک سایش میشه و زمانی که مینا دچار یک سایش شد، مینا از بین میره و طبقه دوم، طبقه دنتین است، طبقه اوریان است که این طبقه اوریان شد زرد رنگ است. تغییر رنگ در دندان ها دیده میشه و همینطور یک سلسله امراض عصبی هم منجر به تغییر رنگ در دندان ها شده میتونه. بله. در مورد موضوع دیگه ای که میخوایم بپرسم، برمیگرده به ضربه ای که در قسمت دندان ها خورده میشه و در این صورت میبینن که دندان بعد از چند مدت خودش را سیاه میکنه یا تغییر رنگ میده. در این ارتباط میخوایم که جواب شما دریافت بکنیم. فعلا هم تماس داریم. سلام، وقت بخیر. صدای ما رو میشنوید؟ سلام، خیلی خوش آمده. میشه که بلندتر صحبت بکنی؟ بفرمایید دکتر صاحب، میشنوه یک کمک پر انرژی صحبت بکنید تا ما بتونیم زودتر سوالتان بگیریم. دندانایتون خارجان گفتین بیرایش تحلیل میره، یعنی آب میشه، ریشای دندانتون اوریان میشه، لچ میشه، درست؟ تماسشون متاسفانه قطع شد دکتر صاحب، بفرمایید. ببینید، بیماری پارادانتوز بیماری است که کلیه بافت پارادانت تحلیل میره یا اتروفی میشه، سراتر بگویم لچ میشه یا اوریان میشه. اینجاست که این بیماری در مراحل اولیه قابل تداوی است با روش های ویتامین تراپی، که خوشبختانه ما این روش تداوی را هم در افغانستان در کلینیک های خود تطبیق میکنیم و کورس های هم در این زمینه داشتیم. روش های ویتامین تراپی یک روش خیلی خوبی است برای بیماری بافت پارادانت که تحلیل میره. اما اگر عامله هایش یک سلسله عامله های عمومی منجر به تحلیل شود و یا یک سلسله شستن دندان که ناقص باشه، مثلا ما بسیار خشن دندان ها را برس بکنیم یا از برس دندان استفاده بکنیم که سخت باشه مژایش، اینجاست که منجر به بافت، همین بافت پارادانت ما تحلیل میره. یک سلسله امراض از قبیل کمخونی ها، امراض های سیستم عصبی، استرس های مداوم، امراض به سیستم در امراض سیستم هضمی، سیستم اطراحی، اینا هم منجر به این میشه. حامله داری های مکرر، اینا هم منجر به این میشه که همون بیره های ما بیش از حد تحلیل بره. و زمانی که اگر مرحله دوم و سوم تحلیل بافت پارادانت باشه، ما نمیتونیم با روش ویتامین تراپی در حقیقت این را تداوی بکنیم. و همیشه مریض از شکایت میکنه که به اصطلاح دندانهایش حساس است وقتی که سردی و یا چیزهای گرم را مصرف میکنه یا حتی تنفس میکنه. همه دندانهایش مدرج میشه و یک درد را احساس میکنه که این درد تقریبا زود گذر است. در این حالت ها ما روش جنجوا پلاستی را برای مریضای خود توصیه میکنیم، یعنی بعد از ویتامین تراپی، بعد از فلوتراپی، بعد از اینکه ما
دندان ها را این روش ها را تطبیق کردیم، نتیجه نگرفتیم. ما روش جراحی را که جنجواپلاستی است، جنجواپلاستی روشی است که ما بافت بیره را از یک قسمت دیگه بافت لابی را میگیریم، در بیره ها پیوند میکنیم، یا همین بیره های تحلیل شده را یک مقدار پایین تر کش میکنیم، میکشیم و دوباره بخیه میکنیم و اونجا و اینا. اگر استخوان هم تحلیل رفته باشه، باز از موادهای استخوانزا، موادهای امروزه در طبابت دهان و دندان وجود داره که این موادها بعد از عمل جراحی که صورت میگیره بالای مریض خودش مبدل به استخوان میشه. بله. ما در ته همو ریشه های دندان میگذاریم، بیره ها رو میکشیم روی اونا و اینجاست که همو اینا از بیماری که تحلیل بیره هاست در کل نجات پیدا میکنه. پرسشی که مطرح شد برمیگرده به ضربه ای که در دندان ها زده میشه، یا بعضی وقتها ما بعضی چیزهایی که محکم هست با دندان خودمون میشکنانیم که بله. این مشکل جدی هست و باعث تغییر رنگ در مدت زمانی شده. بله بله، ببینید حالت ها و قضایا رو ما دیدیم که خصوصا در دندان های پیشروی، دو دندان بالا بیشتر دیده میشه، یا تراوما آسیب میبینه، یا اینکه بعضی چیزها رو ما میکنیم، بالاخره این بافت خود پارادان و پول به دندان در حقیقت آسیب میبینه، منهدم میشه و در پول به دندان که اونجا میکرورگ های خونگرد است، اما اون میکرورگ ها در حقیقت انفجار میکنن. بله. و منهدم میشن و همین خونروی داخلی صورت میگیره و این تغییر دندان ها تغییر رنگ میکنه. تداوی این دو دندان که تغییر رنگ در اثر تروما کرده هم وجود داره. ما البته در قدم اول اون دندان ها را عکس رادیوگرافی تهیه میشه، میبینیم که آیا کسور در ریشه دندان وجود داره، آیا خدای نخواسته شکستگی در خود الویول، استخوان الویول دیده میشود نمیشود. اگر مشکلاتی نباشه، فقط تغییر رنگ باشه، ما بافت که نیکروز شده دندان را برمی میکنیم، بافت نیکروزی و پولپ نیکروز شده و از بین رفته را میکشیم و توسط موادهای مختصی که در کلینیک ها موادهای سفید کننده داخل دندان هست، داخل دندان را سفید میکنیم و بعد دندان را از کسب کشی کردیم، پاک کردیم، مواد پر میکنیم ریشه دندان و همینطور داخل دندان را ما یک دندان صحیح و سالم داشتیم. اما ما باید فراموش نکنیم که دندان دیگری، دندانی که ما سفید کردیم دیگر بافت طبیعی خودش، یعنی پولپ طبیعی را نداره، بلکه یک دندان پر شده است و همینطور در حقیقت ما چندین سال از عمر دندان ها را کاهش دادیم. بله، از داروها هم یادآور شدین دکتر صاحب. در فاکتورها شما شنیدین که گفتن داروهای مختلف هم میتونه سبب تغییر رنگ ها شوه و یا بعضی از غذاهایی که ما استفاده میکنیم. مشکل برمیگرده به چی؟ خصوصا اطفال که نمیتونن دارو رو به گونه درستش استفاده بکنن، یا از آنتیبیوتیک های مختلفی که استفاده میشن و به مدت زمانی میبینیم که دندان هایشون تغییر رنگ داره. ببینید همه اینا برمیگرده به عدم آگاهی. متاسفانه والدین گرامی عدم آگاهیشان منجر میشه که اطفالشان یک مقدار کساد به اصطلاح بیمار در طول حیات به وجود بار بیان. زمانی که اطفال خرد میباشن، آنتی بیوتیک های دوزای خیلی بالایی را برشان توصیه میشه، یا همین آنتی بیوتیک ها رو بعضی غذاها رو ماجین به گونه خودسر استفاده میکنن، مختصن آنتی بیوتیک دوکساسیکلین، تتراسیکلین، اینا رو اگر اطفال میگیرن و به دوز بالا میگیرن، اینجاست که دندانشون دچار تغییر رنگ پایدار میشه. و یا فلوراید را که حالا مثلا ما متاسفانه تا هنوز تحقیق روی صورت نگرفته، ما با آکادمی علوم افغانستان روی مقدار فلوراید در افغانستان مختصا در شهر کابل تحقیق میکنیم فعلا، که آیا در مناطقی که فلوراید در آب نوشابه‌کیشان یا آب آشامیدنیشان موجود نیست، بهتر است این مردم از کریم های دندان فلورایدار استفاده بکنن. بله. تا دندان هاشون به کریز گرفتار نشه. اما افرادی که جاهایی که آبشان مقدار فلوراید زیاد است، باید کریم های ضد فلورایدی بر اون استفاده شه تا که دندان هاشون تغییر رنگ در کل نکنه. ادامه صحبت ها رو میشنوین دکتر صاحب، فعلا هم تماس دارین. سلام، وقت بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام برادر عزیز، خیلی خوش اومدین، بفرمایید. دولت بامیان هستم، خدمت دکتر صاحب. سلام خدمت شما دکتر صاحب. علیکم السلام. خانم و دندان درد بود، کابل آمدن پیش دکتر. دندان داره کشیده، آن از بغل ریش شکاف شده. دندان بالاست برادر، کدام دندانشان است؟ پایین است، دندان پایین است. چی شکایت دارن؟ مشکلشان فعلا چی است بعد از کشیدن؟ بله. اگر صدای ما رو میشنویم پاسخگو باشیم به پرسش که دکتر صاحب پرسیدن، گفتن که چی مشکلی دارن فعلا؟ مشکلش همین فقط از بغل روی شکاف از همین میپونده. سوالتان رو گرفتیم از طریق تلویزیون، جوابتان رو بشنویم. ممنون، بفرمایید دکتر صاحب. متاسفانه در جامعه افغانستان یک مشکلی که من در این مدتی که اینجا کار میکنم برای من رنجاور است، کشیدن دندان یک عملی خیلی بسیط به نزد حتی دکتر صاحب هست.
همینطور بیمارا. ببینید شما کشیدن دندان خودش یک عملیه جراحی است که ریسک های در عین جراحی، ریسک ها و خطرات را بعد از جراحی داره. ما میخوایم برای دوست ما ریسک های بعد از جراحی رو یادآور شم. زمانی که ما یک دندان میکشیم یک سلسله خطرات اینطور نیست که ما دیگه اون دردی که داشت حالا درد با کشیدن دندان به اصطلاح به انجام رسید و کارش تموم شد. نخیر، میتونه این درد خیلی ها خطرساز شود، یعنی همون جای دندان کشیده شده ملتهب شود، الویولیت ها به وجود بیاد، پیریاستیت ها به وجود بیاید، مثلا میتونه که آستیومیلیت ها به وجود بیاید و حتی فلگمان ها به وجود بیاید، یا یک سلسله میتونه امراض های دیگه در این قسمت ایجاد شود که بر برادر ما میخوام میره من توصیه بکنم که اینا به زودترین فرصت در یکی از کلینیک های جراحی دندان مراجعه بکنن و جوف دهان مریضشان رو معاینه بکنه، دیده شود که چی باعث مشکلشان شده و مشکلشان یک معاینه کلینیکی و معاینه رادیولوژی شود، بعد از اون تصمیم گرفته شود و یک تداوی بهتر و فنی‌تر به اصطلاح اینا عرض بکنن تا که مشکلشان اوج نگیره و بیشتر نشود. یعنی کشیدن دندان ان شاء الله ما برای دوست مواعده میکنیم که در پنجشنبه آینده می خوام که در مورد اضرار کشیدن دندان و خطرات کشیدن دندان و چه خطرات در عین کشیدن اتفاق میفته و چه خطرات یک دندانی که ما بعد از اون میکشیم چقدر خطرات برای سایر دندان های ما دارد، برای جوف دهان ما دارد، برای کل سیستم های بدن ما دارد. اینو می خوام که در یک نقطه بگویم که کشیدن دندان یک عملیه جراحی است و این عمل جراحی یک عملیه نیمه مرکب میتونیم گفته. پس تمام آمادگی ها را در کلینیک و هم مریض در کلینیک دکتر صاحبا و در بعد از کشیدن خود بیمار و همینطور دکتر داشته باشه تا که یک عملیه جراحی خیلی خوبی در کل و موفق بالای مریض صورت بگیره. بله، به گونه نتیجه گیری میخوایم که خیلی کوتاه در ارتباط با توصیه ها و جلوگیری هم صحبت بکنیم. میخوام کوتاه عرض بکنم تغییر رنگ، اگر دندان های ما تغییر رنگ کرده همین روز ما باید دست به کار شیم، چون تغییر رنگ بالای روان ما، بالای زیبایی ما، بالای حتی میتونه منجر به یک سلسله امراض شود. بهتر است ما اگر دندان ما تغییر رنگ کرده امروز اقدام بکنیم و این تغییر رنگ از خود مهار بکنیم و یک دندان های سپید و سالمی داشته باشیم تا اعتماد به نفس در ما ایجاد شود. ما همون فاکتورهایی را که منجر به تغییر رنگ میشه ما قبلا یادآور شدم دوستای ما ان شاء الله از خود کردن و این فاکتورها را از خود مهار بکنن تا یک جفت دهان دندان سالم داشته باشن. هیچ نمود کریم دندان را، برس دندان را، دهان شویه ها را به گونه خودسر استفاده نکنن و همینطور وقتا فوقتا دندان هایشان را بشویند، ترک دخانیات بکنن، چون ترک دخانیات و مدادات امروز به نظر من بهتر است تا فردا، و همینطور یک رژیم غذایی خوب داشته باشن. توسط دندان هایشان هرگز مغزیات و مثلا میلک و چطور نکرد و نکشد و متوجه دهن و دندانشان باشد، چون صحت مندی دهن صحت مندی همه بدن است و بیماری دهن بدون تردید و بدون شک منجر به بیماری کل بدن میشود. سلامت باشین، همیشه صحت مند باشین شما و سپاسگزار از همراهی همه شما عزیزان. زندگیتان پر از نور الهی. تا دیدار بعد، بدرود. Thank you.